خدا مال لاتام هست، همون لات هم بنده خداست، همون بیهجاب هم بنده خداست، نباید ناامید بشه. وقتش رسیده که آشتی بکنیم با الله. برادران و خواهران افغانی عزیزم که در کشور دوست داشتنی افغانستان صدای برادرشون رو میشنوم، برادر و خواهرای عزیزم که و دوست داشتنی هم که در کشور تاجیکستان، این کشور عزیز و دوست داشتنیمون که واقعا دوستشون داریم، میزبانان خیلی خوبی بودن، ما 10 روز مهمانشون بودیم با ستار، واقعا حال و هوایی داشتن. برادران ازبکستانیمون، برادرانمون تو روسیه و هر کجای دنیا که هستن، امروز فضای مجازی واقعا نعمت بزرگیه. من راحت میتونم با برادرها و خواهرانم به زبانهای مختلف در هر کجای دنیا صحبت بکنم. دوستتون داریم، احبکم فی الله، میخوام که بدرخشید، میخوام که هم خداتون رو پیدا بکنید هم خودتون رو پیدا بکنید. فرصت خیلی کمه، عمر ما کوتاهه، با غفلت کوتاهترش نکنیم. عمرمون خیلی کوتاهه، با غفلت کوتاهترش نکنیم. چند چیز شد برای موفقیت؟ 1 نیت، 2 هدف، 3 تلاش درست با برنامه با حضور کارشناس و مشاور، 4 توکل. خدای این تلاش ما بود، خودت این تلاش ما را با برکت و پربار بساز. این معنی توکله. میتوانم، خدایا یاریم کن. این میتوانم ما باید بگیم. حضور در زندگی، در صحنه، در برنامه، در جامعه، در جاهایی که نیاز داریم و در جاهایی که دیگران به ما نیاز دارن، ما دو جا باید حاضر بشیم. جایی که نیاز خودمون رو برطرف بکنیم، اونجایی که خودمون نیاز داریم هم نشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید، و جایی که بریم نیاز برادر و خواهرمون که به ما نیاز دارن، به کمک ما نیاز دارن، نیاز اونها رو برآورده بکنیم. هم خودت قوی میشی هم دیگران رو تقویت میکنی. چند تا شد؟ 5 تا؟ 6 دعا، همین دعاهایی که برادرمون ستار میخونه، این اللهم 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 تواضع، خدایا قبول بفرما، خدایا برکت بده، خدایا قبول بفرما، خدایا توفیق بده. دعا رو دست کم نگیرید. دعا اصلا همه چیز رو زیر رو میکنه. دعا تحول آفرینه. دعا از خدا کمک جستنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الدعاء هو العباده. دعا اصلا عبادته. دعا رو فراموش نکنید. بعضی از دانبت که میخونن چه یا 10 سلام که خوندم میرم بیرون، با کاری نداره. شافعی هستید، حنفی هستید، هرچی هستید، نماز وید چند روش وارد شده. خدا مخاخزت نمی کنه. اگه من رفتم بلوچستان پشت یه سر امام، یا رفتم ترکیه یا هر کشوری که احنافن، پشت سر حنفی نماز خوندم، نماز بد خوندم، قبوله. شما هم پشت سر شافعی نماز بخونید، چه مشکلی داره؟ صف و خالی نکنید. امیدوارم که هر 6 تا چیزی که گفتم ایشالله با جدیت تو زندگیت بیارید، داشته باشید، تکیهگاهت باشن، و با عزمی راسخ رو به جلو و خبرهای خوشی از تون بشنویم. یه تقاضای کوچولو هم دارم، اگه حق بهم بدید برای منم دعای خیر بکنید. برای خانوادم، 6 تا فرزندم، 3 تا پسر، 3 تا دختر، من هر کاری ازم بر بیاد، هم دعا، هم تلاش، هم حمایت، هم حضور در کنارتون تا جایی که وس و توان داشته باشم، ولی
این تقاضای برادرتون از شمایی است که دوستشون دارم و دوستم دارم. برای منم دعای هدایت بکنی، خدا هدایت هم بکنه، خدا ثابت قدم هم بکنه، خدا توفیق خدمتگذاری رو از ما نگیره، از ما و شما نگیره، بچه های من هم خدمتگذار بچه های شما باشن. خداوند آخر و عاقبت همه ما و شما رو به خیر خاتمه بکن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. پروردگار اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما هست اونو به ما عطا بفرما. خدا از تقصیرات مادر بگذر، این شبهای مبارک روزهای مبارک رو از همراه نصیب ما بفرما. پروردگار راه خیلی طولانی است، پر پیچ و خم هست، توشه لازم هست، خدایا توفیق توشه برداری نصیب بفرما. بهترین توشه تقواست، تزودو ان خیر الزاد تقوا. خدایا تقوا نصیب بفرما، خدایا علم و بیداری و آگاهی نصیب بفرما، خدایا توحید کاملی که در اون شرک نباشه، ایمانی که در اون کفر نباشه، طاعتی که در اون گناه نباشه، اخلاصی که در اون ریا نباشه. خدایا بهترین ها را به ما بده، به ما و خانوادمون و فرزندانمون و دوستانمون. خدایا چنین کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی به ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. دست هم دیگه رو بفشارید، هم دیگه رو حلال بکنید. خیلی دوستتون دارم، هم شمایی که اینجایید، هم اونایی که دارن میبینن و میشنون. خدا یار و نگهدارتون، خدا حافظ شما. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.